از یه دری تو اومده بود که دخترام خامش شده بودن. شما خیالت راحت. نه همه چیزی فهمید نه دخترام. اما اگه شما رو ببینن دوباره میریم سر خونه اوله. اگه بدونی چی کارا کردم. داد و بیداد کردم، تهدید کردم، تشویق کردم، باج دادم. از خونه مردم رفتم بالا، شیشه شکستم. رو سایت، تو سایت، پاسگاه و مأمور و خبرچینی کردم. خلاصه خیلی کارایی که تو عمرم نکرده بودم کردم. پس شما خرابش نکن. طوری هم نیست. خوشا به سعادته. چند روزی شاه عبدالعظیم بمون. برام عایدم خوبه. سله رحمم هست. کی بهتر از دختر خاله تهرونیه؟ دختر خاله اصفهانی هم من رایش میکنم بیاد اونجا جمعتون جمع باشه. دیگه چی میگه؟ آقا جون. برای چی اومده این بالا؟ با حسن یه جون در دغاله بود. با همین دایی حسن؟ دایی حسن، حسنی محجوب. آقا جون شما که اون جا تو باغ پرندگان گفتی من نمی‌شناسمش که. عجب فیلمی بازی کرد. این نظر کوب انگرد که این جزرمت اوز نحسی سوی سعدی نرزد. آن نظر که بنگرد این جزرمت اوز نحسی سوی سعدی نرزد. دیمه ده حسن جون. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سجدم دو به پیمانه زدن. دیمه ده احمد جون. چش دل با امید روی او همدم جان نمی شود، جان به هوای روی او خدمت تن نمی کند. دوباره ده بده حسن جون. دهم نمی آم. دهت نمی آم؟ یخته فکر کن دهدم می آم. دیم دارا دام 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 ولی میم بده احمد جون. پس اگه اینجوریه مالیش مال مالیش مال مالیش مال مالیش مال. عجب روزگاریه. انگار همین روز بود که از سربازی برگشتم و تو همین دهنه وسط پل خاتون از حسن خواستگاری کردم. خیلی طول کشید تا با هم محرم شدیم. خاتونم پام نشست. شدم کیفی طلا. طلای دست دوم می‌خریدم با رضا می‌بردیم ترمون. حسن هم شریک بود. اون وقت خدا مائده رو بهم. آقا جون به چه دار شدیم؟ یعنی من یه خواهر دارم آقا جون؟ تو مرکز توانبخشی دیدیش؟ آقا جون همین دختر که رو ویلچر نشسته بود مائده. اواخر پاییز سال 57 تو راه تهران دوز بهمون زد. رضا مقاومت کرد، تیر خورد به قلبش، کشته شد. منم زخمی شدم. چند روز بعد تو بیابونا پیدام کردن. کشون کشون خیلی راه رفته بودم. هیچی یادم نمیاد. هیچ. خبر رسیده بود اصفهان که احمد کشته شده. اما جنازه‌شو پیدا نکردم. زبونم بند اومده بود.
نه خودم را میشناختم نه کس دیگه ایو. ما تو مبهود. امکانات امروزم که نبود. مادرتم با یه اصفهانی ازدواج شد. مامان شوکت؟ کسی غیر از شوهرش نداشت که اونم جوان مرد شده بود. شوکت هم حالش بهتر از من نبود. تو همون آسایشگاه بسترش کرده بودن. همون جا هم دیگر دیدی. به ابتکار یکی از دکترای همون آسایشگاه من شدم شوهر جوان مرد شده. با همون اسم و نشون و همون لحجه شدم هوشنگ قلمکار. بعد از اینکه شوکت خوب شد اون اسم و نشونی رو من موند. یواش یواش همه چی یادم اومد. 5 سالی گذشته بود که اومدم اصفهان. حالا دیگه احمد شوقی مرده بود. انقلاب شده بود و همه چی تغییر کرده بود. نتونستم خاطرم رو پیدا بکنم. رفتم پلو حسن. حسن فکر میکرد من از داشتن یه دختر علی ترسیدم و فرار کردم و مالش رو بالا کشیدم. نذاشت خاتون رو ببینم. گفت خاتون ازدواج کرده، 2 تا بچه داره. حسن گفت اگه منو ببینه زندگیش نابود میشه. احمد شوقی هم اجازه زنده میشد زندگی خیلی هم نابود میشه. نذاشتم بفهمه که من زنده. برگشتم و چسبیدم به کار. اما دورا دور برای دیدن مائده میمدم. خدا خواست یکیم دوتا شد، دوتام 1000 تا. یه مؤسسه برای کودکان ناتوان جسمی ساختم. مهده رو گذاشید دوش تو بزرگ شد. همین را تونستم در حقش پدری بکنم. دور ادو دو را دو کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم، که پشت گریه و لبخند تو امان تو نباشی. آقا جون تو امان تو نباشی. بیا دیگه. چیه؟ چته من بستی به زنگ زنگ زنگ؟ خب بگو. 1 تومن شل کن حق مشاوره. 1,000,000؟ آره. برای چی؟ خاتون واسه پیدا کردم. خاتون؟ کو؟ 1 تومن بده تو حالا. 1 تومن بده. ندارم به جون صفایی هم. یعنی ننه یوسف گیر داده که بیا بیاری مثلا برای یه بچه و سیسمونی و پوشک موشک بگیری. من تو همونش هم موندم. تو این دور و زمونه واسه آیدیا هیچ ارزشی قائل نیستن. یعنی ارزشش آیدیا، فکر، ذهن. یعنی ارزشش از پوشک بچه هم کمتره. تو 500 بده. ندارم به جون تو. تو همین فکر و ذهن و آیدیات در اختیار من بذار. من 40 میلیارد رو که گرفتم 5 برابرش بهت میدم. یعنی تو 200 هم نداری بدی؟ میگم ندارم. تو باور نمی کنی؟ یعنی میخوای 100 تومن بدی؟ صفای من اگه داشتم من و تو داریم. خب 50 تومن چه داری؟ 50 دارم ولی تمام داره ندارم همین 50 تومن. بیا یه 50 این دوست این 50 اینم مال تو. الو خاتون چی شو؟ الو بهت میگم سالا نریا دارم میام. قربان تو چکرتم. چی؟ خاتون چی شد؟ خاتون دیگه ببین خاتون ببین این
این یارو که خاتونو نایده. یارو کیه؟ همین پیرمرده. نه ندیدی. خیلی خوب دیگه. و مادر با جناق تو جا بزنین جای خاتون. خوبه دیگه. 50,000 تومان از من گرفتی که اینو بگی؟ همین هم به ذهن خود نمیرسید دیگه. استفاده کن. من واسه مشاوره دادم فکر کردم. مدافعه 50 دادی. 50 دادی تازه. وقتی شنیدم خاتون و مائده آواره شدم دلم میخواست احمد شوقی زنده بشه. آخه بهشون بدهکار بودم. زنده شدم. آقا چون خاتون رو دیدین؟ نه. وقتی فهمید من اومدم خونش گذشت رفت. حق داره ازم متنفر باشی. آقا چون چرا دروغ بدون بگم؟ حق داره نخواد ببینه دادون، ولی متنفر بودن رو فکر نمی کنم. تو هم اگه قصتم رو باور نکنی بابا جان ازم متنفر میشی. من؟ آقا جون من هم شما رو خوب میشناسم هم قصه رو باور دارم. اگه دیگه پستا دیر نشده ما باید یه خاتون پیدا بکنیم و این مشکلات رو حل بشه. ما خود خاتون رو نمیتونیم پیدا کنیم، باید بریم یه خاتون دیگه پیدا کنیم. پس آقا جان راه حل اولی که خاتون برگردی. چجوری برگرده؟ نه نشونی ازش داریم نه تلفن ازش داریم. سری قبلم تلاشمون رو کردیم نشد دیگه. بعد مگه نمیدونه رفته مشهد زیارت؟ خیلی خوب قبول باشه، پس باید هر چیز سریعتر یه خاتون جای خاتون غالب کنیم. خاتون یوسف هی اون نکن خودتم نزن بخنگی ما وقت نداریم. بیا دخترونه‌هاش هم قشنگ هم یه دونه واسه گلناز بگیر. اون که میگفت 4 میلیون قیمته رو یک پولی میذارم رو 4 میلیون برای این ننش ماشین میخورم راحت بشن. آقا اونم کمتر از ماشین چیزی نداشت که، همه چی داشت. ببین چرخ هیدرولیک داشت، سردکن داشت، گرمکن داشت، موتور شارژی داشت، ماساژور داشت. دیگه چی میخوای؟ ایربگ چیه؟ ایربگ هم داشت؟ گفت یه مدلش هست 2016 میاد، دوتا ایربگ داره. اونم بیاد دیگه، فوله دیگه. نمیخوام آقا، اصلا کالسکه میخوام. چیکار؟ خودم بچه‌م اونجوری بغل میگیرم، 4 تومن هم میذارم جیبم. ببین خسرو تو دعا کن این قصه جور بشه، خودم واسه بچه‌ت یه دونه از این توپاش میخرم. نمیخواد آقا، تو برای بچه‌ت یه پیرم بگیر بسه. فرهان بابا یه دقیقه بیا. بابا خیلی شیک و با کلاس. چند تا از اینا انتخاب کن میخوام واسه بخرم. بابا گفتم شیک و با کلاس انتخاب کن. این تو هنوز ندیدی که قیمتا رو ببین. شیک و با کلاس یعنی این که بودجه بابا رو در نظر بگیر بعدم بردار. خب اینه چه شیچه؟ خب من صدا کن اگه چند تا بردارم؟ همون یه دونه. اونو نه، اون گوشه ایه. اندازت نیست؟ نه بابا این اندازت نیست، اینو بذار یه دونه اونجا هست. باید یکی باشه که قابل اعتماد باشه. اومدیم ما خاتونش کردیم، به دلش خواست تا آخرش خاتون بمونه. وقت چی؟ خب اون وقت چی؟ هیچی، 40 میلیارد پد. آقا 39,995,000,000 اینو تو حافظه دست باشی. آقا تو گیره چی چی؟ هرچی تو بگی. من میگم یکی باشه که خودمون باشه. هه مادرم ها؟ خب باشه، من کشی میگم تو بخاطی یا؟ خسرو یه دقیقه وایسه، من بهت یه چیزی بگم. فرهاد جان،
نمیشه، فکرشم نکن. من چی میگم تو داری چی میگی علی خودت؟ شما دو تا چی داریم با هم دیگه میگی؟ یه میز پیدا کن بگیر. مریم جان واقعا به تبریک میگم عزیزم. امیدوارم خدای پسر سلامت کاکلزری نصیب تو آقا خسرو بکنه. ممنون. شما رو خدا بکنه. ولی اگه الان خاتون اینجا بود چقدر ذوق می‌کرد. خدا رو شکر که مامان بانو اینجا. من که 10 سال از تولد پنهان گذاشتم اصلا یادم نمیاد یه نوزاد چی احتیاج داره. ولی معلوم نیست الان مامان من کجا هست. مامان که الان رفتن مشهد. حتما هم خوش به حالش، الان حرمه. خوش به سعادتش، کاش که منم تو حرم بودم الان. انشالله خدا نصیب کنه شما هم تشریف ببرید. چه فرق میکنه مادر مادره، مامان بانو عین خاتون برای من. چرا فرق میکنه؟ خیلی هم فرق میکنه. ای یوسف جان تو همیشه عادت داری هر طرف خودت باشه. خب راست میگم آقا خسرو دیگه مادر مادره. نه منظورم اینه که هر کسی سر جای خودش، هر گلی یه بویی داره مادر. ببین واقعا مادر داره درست میگه ها، خاتون عین مهبانوه. باور بکنین از صبح تو شما تشریف آوردین ها، متوجه این مهبانو؟ بله بله بله. بوی شما، بوی خاتون تو خونه میومد. بابا مهبانو نمیتونه جای خاتون باشه، اینو بخون تو کوشه. بعد از این همه محبتی که مادر من به شما کرد. بابا اگه یادت باشه میگفتی که اینقدر چه دلم برای خاتون تنگ میشه، برای مامان مهبانو تنگ میشه. کی میگو بابا این حرفو؟ بچه دل کنم اجازه کی میگو بابا این حرفو؟ سلام. صبحی به این زودی، عذیت نشی؟ صبح خیر. این شرطا بوده سگ بیدار داده؟ نه. به این موقع خوابیده؟ نه. دیر با؟ برای چی؟ ببینم این چند روز من حواسم به خودم نیست، گرفتارم، هر کاری دلت میخواد صورت میده؟ نه استاد. اینطوری هم نیست، اینجا قانون داره. بله درست. تکرار میشه، کلا ما میده تو هم اسدا. هر چی شما بفرمایید استاد من. حالا شب ببین چی میگم. جون. سگ صورت داده بشور. رابی و برو در این خونه. بله. تمامی زنگ دارم بزنی، هیچ فرقی نمیکنه. حواست هست؟ بله، زنگ دارم میزنم، هیچ فرقی هم نمیکنه. ده اتفاقا فرق میکنه. فرق میکنه. من میخوام به ایمونه بری تو خونه، سر گوشه ها بده ببینی کجا چه خبره. کجا؟ هر جا شما بفرمایید. خونه هر دو تایشون. هر دو تایشون. بله، بله. که چی تو بشه؟ که هر چی شما بفرمایید. نه داده تو هنو خوابی. نه دیگه بیدار. چش حالا باکن گوش حالا باکن ببین چی میگم. میخوام بری تو این خونه. خب بگردی ببینی یه نشونی از این احمد آقایا به قولی هوشنگ خان پیدا میکنی یا نه. این ماموریت تو. حالا چی کار میخوای بکنی؟ هر چی شما دستور بدید برم اینا رو انجام بدم. کجا؟ شف شدم. جلو جادم زف کن. زف کنم و بعد. دختر به اینجا برس بعد اقدام کن. کی ایجه؟ نه آسو بیدار شدیم دیگه، تموم شد. من نقشه ارزون تری میکشیدیم، کاشی، عدسی، نون پنیر، چیزیش. خسرو، ماما بانو کله پاچه دوست داره. پاچه چند تا بردون بذارم؟ دوتا. نه نه، شیش تا پاچه بذارم. شیش تا همه پاچه دوست دارم. جونه دون، بفرمایی، نم پاچه. دست شما درد نکنه. سیرا با شیردونم هست. دست شما درد نکنه. اونم زحمت. نه نه آقا یا کلپاچه. نه آقا مینا خانم سیرا با شیردون دوست داره. شیردون بهتر سیرا با شیردونه. دست شما درد نکنه. چشم. چش گفتی چشم چشمم بذارید اگه میشه. چهار تام چش بذارید. چهار تا نمیخواد آقا. دست بس. چهار تا دیگه تو نخور. بقیه چش میخورم. ساده بردون بذارم. ساده. نه نه مغز داش. مغز داش. با مغز دست شما درد. بفرمایید. دست شما درد. خیلی ممنون. بس بس. مرسی. بفرمایید. محمود آقا یه مقدار کل برداری خودو برمونت برم
من ببخشید خونمون آب نداره. منظور مریم جون اینه که ببخشید ما جای بهتری نبردیمتون. منظور مریم خانم نیازی به توضیح شما نداره مینا جان. یعنی بوشا آدمو دیوونه میکنه. یک زبونم بذارم. دستت درد نکنه آقا خسرو. خیلی خیلی ممنون. اجازه بدین اینو بگیرم زبونو میدم. دولتی سر شما یه کلپاچه ولوی امروز میزنیم به بدن. ممنون شما باید به مامان کمک بکنی. وقت مامان باید لقمه درست کنه تو دهن شما بذاره. آخه من کله پاچه دوست ندارم. ای بابا عروسی که کله پاچه دوست نداشته باشه ها، من اصلا به هیچ عنوان نمیام خواستگاریش. نه من دوست دارم ولی بوش دوست ندارم. بفرمین سرد شد بفرمین. دست درد نکنه آخوسو، واقعا زحمت کشیدی. نوش جونتون، حرفای چیشیه؟ من چش اضافه هم براتون گرفتم که چش دشمنتون کوشه. زبونو من هرچ میگه، من پیداش نمی کنم. آقا جون این صابونه خیلی میچسته. دست درد نکنه کناری شما خیلی حبس کرده بودم. خلاصه دست درد نکنه آقا جان. خودتن بخور. چه منم در کنار پسر عزیزم بخش این صابونه رو میخورد. صابونه رو نرم آقا جون. خیلی وقت بود با هم صابونه نخورده. آره بچه ها 20 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. آقایون کی باید برن سر کار؟ یوسف که من مرخصی گرفتم مادر. شما بیجا کردین که مرخصی گرفتی؟ مرخصی برای من؟ مامان یوسف مگه در سال آدم چند دفعه مادرش میاد به دیدنش؟ مرخصی برای همین روزا هست دیگه. اینجوری رو هم جمع میشه یهو با هم سرخ میشه. مگه مادر شما قدم رنجه فرمودن و تشریف آوردن؟ چه فرق میکنه؟ مامان یوسف عین مامان ماست. اصلا شما برای ما همه جای خاتونی دارید. نه یعنی که هر کسی یعنی هر گلی چشم دارم جای خاتون. بله چشم دارم برای چشم. نه با چشم بخور. مینه خانم بشقاب آقا یوسف برای چی خالیه؟ شما نباید پذیرایی بکنین. یه اینقدر از خواهرت یاد بگیر. ببین چه جوری از شوهرش پذیرایی میکنه. شوهرش از اون پذیرایی میکنه. درست نیست. چقدر صدای منو بعد در بیارین شما. آقا جون ببخشید من یه سوالی برام پیش اومده. میدونم برگشتم به گذشته برای اون سخت سا، اما نمیفهمم که بعد این همه وقت چرا. برای اینکه بابا جون تازه فهمیدم که شوهرش یعنی پدر بچه هاش به رحمت ایزدی رفت. خب آقا جو اینو من شنیدم که مال خیلی وقت پیش بوده. ولی من تازه فهمیدم بعد از اینکه خاتون و مائده آواره شدن. بیا پرهام جون آدامس بخور. نه مامان جون اول شما بفهمی آدامس چه بخواه. چقدر جون مینا خانم یه دونه جان آدم تو ملای عام آدامس میجوه؟ زشته برای دختر خانمایی مثل شما. من گفتم شاید برای هضم غذا خوب باشه. نیازی نیست مامان ماهبانو با اجازتون چون 20 دقیقه بیشتر وقت نداری من بچه‌ها رو ببرم مدرسه. بچه‌ها نه 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 که کله پاچه رو شما گرفتی من خودم بچه‌ها رو میبرم. در ضمن شما قرار بود به مامان بانو یه چیزی بگی. بله ولی بچه‌ها رو من ببرم بیام یوسف. دکترم به من گفته بعد از غذای سنگی حتما برم پیاده روی کنم. با اجازه نه بلا فاصله. خسرو جان شما به مهمانی خانم خواستی یه چیزی بگی یادت نره. بله البته ببخشید من نمیخوام دخالت کنم. ایشون الان باردارن و باید پیاده روی برن به خاطر سلامتی بچه. ببخشید با اجازه شما من میرم وسایل رو جمع کنم. خودم جمع میکنم. نه آقا خسرو یادتون نره اون حرفو بزنیم. من چه اش میخوام من خودم جمع کنم.
چه حرفی شما باید به من بزنین؟ خب بگید دیگه. میگم میگم خدمتتون بچه‌ها اصرار دارن که من چیز کنم. آها که کلباچه چطور بود؟ چسبید؟ کلباچه خیلی خوب بود. بله خداش. ولی منو یاد حشمت انداخت. حشمت عاشق کلباچه بود. آخ. همین کلباچه هم کار دستش داد. خدا لعنت به این چربی خون. شما که چربی خون نداری؟ نه خانم، من ورزش میکنم. چه ورزشی؟ چیز میکنم، بگو. این ایروبیک کار میکنم، بفهم. ایروبیک مال خانوماست که؟ نه نه، من از یواش شروع کردم، بعد میرم تونتون به سمت بادی لنگویش، اینا بهم فشار نیار. حالا من به ایناش کار ندارم. شما چی میخواستی به من بگی؟ از بگم خدمت، میخواستم بگم همین این کلپاچه که خوردیم. درخش آج، با اجازه دو. کجا؟ برم شرکت. منم میام. آقا جون شما باید امروز استراحت کنید. نه، هر جا میری باید با هم باشیم. خب باشه، من نمیرم شرکت. نه بابا جان، باید بریم، برای اینکه من حتما باید امروز یه سری به اون خونه بزنم. باشه بابا جان. دوباره آقا جون؟ آره بابا جان، لازم. بلند شو، معطل نکن. بریم بابا جان. بفرما. بفرمایی، بفرمایی، استم من برم. هیچی چیه؟ صبحونه دیگه. میگم اصده بهتر نبود جای این ناشتا یه کله پاچه درسته حسابی ما ایام کردی بعد این همه فشار کار بخوریم و قوت بگیریم؟ بوسه کله پاچه ماهی یه بار، اونم تازه برای شما ناپرهیزیه. خیلی ممنون جنابی دکتر خانواده. اسکیتال شما به من دست دوری پرهیز و ناپرهیزی میده؟ من دستور نمیدم که استاد، فشار خون دستور میده. میگم اصلا این روز جون خودت اینقدر فشار روم زیاده که فشار خون توش گمه. چرا وایساده منو نگاه میکنی؟ برم را بیا برو. امرو قراره دختر خاله بزرگر رایش کنیم بره چه عبدالعظیم خونه دختر خاله کوچیک پهل و خاتون. شنفتی؟ دختر خاله بزرگه، دختر خاله کوچیک، خاتون مائده ساکشون، چه عبدالعظیم دوره هم و اینا. چشم، من برم بگم تا یادم نرفت. شما باید بری وسایل خاتون و مایه داره برداری یا بیار؟ چشم. برو ببینم چی کار میکنم. با اجازه است. اومدی یا؟ یعنی هنوز داره مقدمه چینی میکنه؟ واقعا هیچ راه حل دیگه ای نبود؟ خسرو راست میگه، پیدا کردن یه پیرزن دیگه کاری نداره، ولی فردا معلوم نیست طرف مدعی سهم پدرمون میشه یا نه. آخه اینجوری مامان بارو همه چیزو میفهمه. بهتر، همون بهتر که فهمید. این مهبانی خانمی که من میبینم میفهمید، خیلی هم زود میفهمید. همون بهتر که خودمون بهش گفتیم. راست میگه، امکان داشت اینجوری یه نفر دیگه هم مدعی میشد. حالا مگه چقدر هست که یکی دیگه هم بخواد بیاد مدعی بشه؟ واقعا 40 میلیارد به چشت نمیاد؟ خب یه چشم پزش برو. فعلا که بوی 4 میلیارد داره میاد. مگه اینکه از جنازه مراد بشن سهم بابای ما رو بالا بکشن؟ حق خاطر مایده است. حالا من و تو هیچی. 36 میلیارد اختلاف حساب؟ انگار دارم میرم سر اصل مطلب. عاشق این شهامت و جسارت واقعا مرده. همچی چیزی که میفرمایید عملیه؟ هم علمیه و هم عملی. به هر حال امیدوارم که بشه. منم امیدوارم که یه روزی آب به این رودخونه برگرده. آقا خسرو، شما نمیدونین که حشمت چقدر عاشق این شهر بود و این رودخونش. خدا بیامرزه. کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم، که پشت گریه و لبخند